چهلومین جشنواره فیلم فجر امسال در حالی برگزار شد که پیش از آن که توجهات به متن جشنواره و فیلم‌ها و هنرمندانی که در آنها نقش آفرینی کردند جلب شود، حواشی‌ها خبرساز شد. همکارم نوشین خانی اینجا همراه ماست تا بیشتر در همین مورد به ما بگه. نوشین، بیشتر از تو بشنویم حواشی‌ها چی بود؟ فرناز، همونطور که تو گفتی دیشب اختتامیه چهلومین دوره جشنواره فیلم فجر بود. به درستی اشاره کردی، حواشی برگزاری این جشنواره خیلی زیاد بوده. به تبع وقتی حواشی زیاده، واکنش کاربران در شبکه‌های اجتماعی هم گسترده تره. موضوعات خیلی زیادی هم هست که کاربرها بهش پرداختن که اگه موافقی بریم جزئیات واکنش‌ها رو با هم مرور کنیم. اختتامیه چهلومین دوره جشنواره فیلم فجر با حذف سیمرغ آرای بهترین فیلم مردمی، کنارگیری فیلم ملاقات خصوصی، لو رفتن اسامی نامزدها و برندگان و نقش بستن تصویر قاسم سلیمانی روی سیمرغ جشنواره به پایان رسید. جشنواره‌ای که با انصراف مسعود کیمیایی شروع شده بود. کاربر اینطور نوشته: اختتامیه بزرگترین جشنواره سینمایی کشور در اولین سال دولت رئیسی زیبا و بی‌نقص برگزار شد. اسامی دو ساعت قبل لو رفت، پخش تلویزیونی از زمان حضور بازیگران زن قطع شد و در حالی که اومیکرون تعداد کشته‌های کرونا را افزایش داشته، هیچ پروتکلی رعایت نشده. یک کاربر دیگه هم با اشاره به قطع صدا در پخش تلویزیونی مراسم این جشنواره میگه: کدوم جشنواره؟ مگه سانسور و محدودیت و عقب موندگی و مدیرانی با مغزهای مفلوک جایی برای جشن گرفتن باقی میذاره؟ سینمایی که در اون هیچ آزادی بیان و سناریو نویسی خلاقانه وجود نداره، جای جشن گرفتن هم نداره. این کاربر معتقد جمهوری اسلامی با ذات هنر خلاق و زیبایی شناسی مخالفه. گروهی از کاربرها به تصویر قاسم سلیمانی روی سیمرغ جشنواره فجر اشاره میکنن و درباره او مینویسن. مانند این کاربر که میگه جمهوری اسلامی باز هم قیمه ها رو ریخت توی ماست. این کاربر میپرسه جشنواره فیلم فجر به قاسم سلیمانی چه ربطی داره؟ هنرمند بود، فیلمبردار بود، بدلکار بود؟ گروه دیگه ای از کاربرها به لو رفتن لیست نامزدها و برندگان سیمرغ اشاره میکنن. کاربر به اسم سنم نوشته اینکه یکی با نام احسان رستگار جوایز اصلی جشنواره فجر رو 4 ساعت قبل از شروع اعلام میکنه یعنی چی؟ جوایز رو لو داد، اهدای جوایز با بی‌نظمی زیاد اجرا شد و صدا وسط پخش اختتامیه قطع شد. سنم میگه مرسی از همه تون که یک بار دیگه حرفه‌ای بودن رو از تمام جهات ثابت کرد. یک کاربر دیگه هم نوشته فهرست برنده های جشنواره فجر بعد از اهدای 10 جایزه کاملا با لیست لو رفته تطابق داره و قاعدتا کلش همونه. این کاربر در آخر میگه خود جشنواره چهلم رکورد خرابکاری رو شکست. اما حذف سیمرغ مردمی جشنواره موضوعیه که در بین کاربران بسیار بحث برانگیز بوده. این در حالیه که تهیه کننده ی فیلم ملاقات خصوصی با نامه از این رویداد انصراف داد و گفته میشه این فیلم در صدر آرای مردمی قرار داشته. هوتن شکیبا، بازیگر این فیلم، در واکنش به این اتفاق نوشته لعنت به کسانی که حق رو ضایع میکنن، لعنت به کسانی که در شب نشینی و تحت تاثیر حق میشکنن. شکیبا در آخر میگه متاسفم برای حق مردم که ضایع شد. پریناز ایزدیار هم که در این فیلم بازی کرده در این استوری اینستاگرامش اینطور نوشته حق و ناز تنها دزدیدن مال مردم نیست، سرقت یا نادیده گرفتن رأی اونا هم هست. در آخر هم میپرسه هنوز هم دنبال دلیل فرار مغزها هستین؟ مهدی که روزنامه نگار هم هست میگه از برگزار کنندگان جشنواره فیلم فجر هم این یادمون میمونه که برای صیانت از آرای مردمی انتخاب بهترین فیلم از نگاه تماشاگران رأی مردم رو به سطل زباله ریختند و البته اعلام هم نکردند چه عوامل یا کسانی باعث اخلال مورد ادعا در روند رأی گیری شدند. و در نهایت هم کاربری نوشت چگونه جشنواره تراز داشته باشیم؟ جای فرش قرمز استیج آبی میسازیم، روی سیمرغ ها عکس حاج قاسم چاپ میکنیم، وزیر فرهنگ سینما رو به بیانیه گام دوم وصل میکنه، از خانواده شهید برای اهدای جایزه دعوت میکنیم، سپس همون کارهای سابق خودمون رو انجام میدیم.